حکم اعدام نوید افکاری انجام شد. متاسفانه جمهوری اسلامی یک حکومت ظالم است که حکم اعدام نوید افکاری رو اجرا کرد. این حکم روز شنبه 22 شهریور 1399 اجرا شد. متاسفانه این فرزند وطن، این قهرمان کشتی، با اینکه تمام سازمان ها، تمام ارگان ها، حتی رئیس جمهور آمریکا تقاضا کردند که این قهرمان ملی ایران که در اعتراض شرکت کرده و گناهی نداره نکشید، متاسفانه ایشان را شنبه 22 شهریور صبح زود اعدام کردند. در روزنامه های جمهوری اسلامی اعلام شد که این متهم 46 روز پس از ارتکاب این عمل، یعنی جنایتی که بهش بستند که وی انجام داده، یعنی در شهریور 97 دستگیر. پرونده وی پس از تکمیل تحقیقات بازپرس ویژه قتل در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز با صدور قرار جلب اون رو دستگیر کردند، به زندان برد. اما اینها همش دروغ است که توجیه کنند مسئله اعدام یک قهرمان، یک ورزشکار، یک مدافع مردم ایران، کسی که از مردم ایران دفاع کرد، کسی که در اعتراضات بر علیه ظلم و ستمی که به مردم میشه در ایران دفاع کرد. ما و ایران باید بپا خیزند و بر علیه این حکم، یعنی اعدام نوید افکاری، اعتراض کنند و به خیابانها بیان و این عمل بسیار جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی رو محکوم کنند. در رسانه‌های خارج از ایران اینطور منعکس شده است. بسیار خوش آمدید آقای اعتمادی. خب با وجود همه هشدارها و درخواست فعالان و نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان، علی‌رغم به راه افتادن کارزارهای بسیاری در این زمینه، حکم اعدام نوید افکاری اجرا شد. به نظر شما دلایلش چه بود؟ نادیده گرفتن این همه درخواست و کارزار از سوی جمهوری اسلامی چه تفسیری داره؟ خانم شیرازی، اجازه بدید پیش از هر چیز مرگ نوید افکاری رو ابتدا به پدر و مادر این عزیز و بعد خانواده او و همچنین به تمام کسانی که در طی این مدتی که نوید افکاری در زندان بود تسلیت بگم. و بدون تردید نوید افکاری امروز یکی از فرزندان به مردم ایران خواهد بود و کمان که در طی این هفته‌های گذشته نشون داد که هیچ قشر و طبقه در داخل و خارج از کشور، حتی جامعه جهانی، نسبت به سرنوشت و زندگی نوید افکاری بی‌تفاوت نبود و اقدامی که جمهوری اسلامی یا واکنشی که جمهوری اسلامی در برابر تمام این اعتراض‌ها از خودش نشون داد به نوعی دهنکجی بود به تمام ملت ایران و به جامعه بین‌المللی و تمام سازمان‌هایی که از نوید افکاری حمایت کردند و خواستند که حکم اعدام او لغو بشه. اما به نظر من اون چیزی که رژیم انجام داد نشون داد که به معنای واقعی در بنبست مطلق قرار گرفته و هیچ راهی رو برای نجات خودش جز اعمال خشونت و نفرت در جامعه چیز دیگر رو سراغ نداره و طبیعتاً این عمل او بدون پاسخ نخواهد موند، چون که من معتقدم که واکنشی که جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور و همه گروه هایی که در رابطه با زندگی نوید افکاری از خودشون نشون دادن در برابر این عمل کرده حکومت اسلامی ایران بی تفاوت باقی نخواهند بود. به نظر من مرگ نوید افکاری و کشتن او نفرتی رو در دل تمام ایرانیان به وجود آورده که طبیعتاً عکس العمل این نفرت از سوی جامعه ما بدون پاسخ نخواهد موند. های اعتمادی، خبرگزاری قوه قضاییه گفته که حکم اعدام با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول اجرا شده. چقدر این توضیح برای افکار عمومی قابل قبوله؟ به هیچ وجه. ببینید، از لحاظ سنتی وقتی یک چنین قتلی اتفاق میفته، اونم بدون کوچکترین دلایل روشن قضایی و قانونی، خانواده دو طرف میتونن همدیگر رو ملاقات بکنن و دیگران وسادت بکنن، احتمالا رضایت خانواده مقتول رو جلب بکنن. جمهوری اسلامی ایران حتی خانواده مقتول رو معرفی نکرد، اگرچه کسی که
به هر حال در این رابطه به قتل رسیده بود، یک مأمور اطلاعاتی بود و عملکرد او به نظر می رسید که باعث خشم کسای دیگری شده بود که در اعتراضات آبان ماه شرکت داشتند. و طبق تمام شواهد و مداری که وجود داره به هیچ وجه نوید افکاری در این جریان دستی رو نداشته. بنابراین این هم یکی دیگر از دروغ‌های بزرگی است که حکومت اسلامی و دستگاه قضایی نسبت به رابطه دو خانواده مطرح کرد و اجازه نداد حتی خانواده نوید افکاری و کسانی که میتونستن به نوعی وساطت بکنن به دلیل اهمیت این موضوع و زندگی این جوان، نشون دهنده این بود که دستگاه قضایی حکومت ایران تصمیم داشت که نوید افکاری رو به خاطر اهداف سیاسی که دنبال میکنن رو به قتل برسونه. بنابراین این هم یک ادعای بی‌پایه و اساسی بود که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به خصوص در این رابطه مطرح کرد. اشاره کردید که اعدام نوید افکاری پیام های اجتماعی و سیاسی و بین المللی خواهد داشت. چقدر این واکنش ها برای مجریان این حکم و دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اهمیت داره؟ ببینید، طبیعتاً تمام سازمان‌های بین‌المللی با توجه به حساسیتی که روی زندگی نوید افکاری داشتن این مسئله رو پیگیری خواهند کرد، از فدراسیون بین‌المللی کشتی گرفته تا قهرمانان به نامی که در این رابطه اعتراض کردند تا سیاستمداران و سازمان‌های حقوق بشری. اجازه بدید خب بگم که تا همین لحظه گروه‌های دیگر در به اصطلاح آماده شده بودند برای تدارک اقدامات دیگر. حکومت ایران به تمام این اقدامات پشت کرد و بی‌اعتنایی کرد و مطمئناً باید نتیجه تمام این بی‌اعتنایی‌های خودش رو به زندگی یکی از قهرمانان ملی کشور ما رو به اصطلاح در انتظارش باشه که ببینه. حسن اعتمادی، فعال سیاسی از استکهلم، بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. همراه